عزیزان خیلی باز دوباره من مشتاق بودم یه پیامی به شما بدم. خیلی از شما برای من پیغام میزنن بعد رضا برای این دعا بکن، برای اینم دعا کن، برای اون مسئله دعا کن. ببین همونقدر که خدا دعای شما رو میشنوه دعای منم میشنوه، فرقی بین من و شما نیست. تنها فرقی که وجود داره اینه که ما وقتی دعا میکنیم، ببین مطابق این کلام عیسی در جواب آنها گفت به خدا ایمان داشته باشید، همه شما اینو دارید و یقین بدانید. ببین اصل اساسی توی دعا، اگر کسی به این کوه بگوید، این اون چیزی که میگی توی دعا باش یقین داشته باشید، حرکت کن و به دریا پرتاب شو. یک، کلامتو بگو اون چیزی که احتیاج داری توی دعا. دو، شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد. سه، بلکه ایمان داشته باشد که هرچه بگوید برای او میشود. بعد چی میشه جوابش؟ برای او چنان خواهد شد. پس چی میشه؟ بنابراین به شما میگویم یقین بدانید، باز میگه یقین داشته باشید، آنچه را که در دعا طلب میکنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. اگر شما یقین نداشته باشید، هر چقدر من دعا بکنم براتون جوابتون داده نمیشه. اینه که شمایی که باز یقین داشت، من نمیتونم برای شما یقین داشته باشم، چون اون احتیاجی که شما داری من ندارم و من اون احتیاج رو درک نمی کنم، هر چقدرم بخوام درک بکنم، چون این بار شماست. با سلام برای همه تون دعا میکنیم، ولی اصلش اینه که شما در دعا یقین داشته باشید و به اون چیزی که میگید اطمینان کامل داشته باشید و خواست خدا اینه که جواب شما داده بشه. چرا؟ چون تو یوحنا 16 میگه بخواهید، هرچی هم من بخواهید به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. چرا؟ بخواهید تا به دست آورید و چی؟ شادی شما کامل گردد. خداوند میخواد شادی شما کامل بشه. بخواه، با یقین، با اطمینان بگو، با سپاسگزاری در نام عیسی مسیح از پدر.